برای بررسی بیشتر این موضوع را میشیم با آقای نوراحمد خالدی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی از استرالیا. آقای خالدی، وقت بخیر. ویدیو و خبر را دیدیم، چی جریان داره؟ چی میگین شما؟ سلام محترم. خب من فکر میکنم این ویدیوی تبلیغاتی خوب برای طالبان نشان میتن، هشدار میتن و دیگر مردم و صفوف خود که هیچ کس در امان نیست و از هر جای خبر دارن و میتونن با وا دسترسی پیدا کنن و وا را افشا کنن. از این لحاظ برای طالبا یک چیز تبلیغاتی، یک پیام تبلیغاتی قوی است. خب بحث رقابت های داخلی طالبا را شما در این موضوع چقدر دخیل میدانید؟ ما نمیفهم که شخص خودش عضو طالبا بوده، یعنی خوی برادر یک کسی است که او در طالبا کار میکرده. من شخصا نمیشناسم این آقای عبدالله را که خودم میگه برادر علمگل حقانی است، و خود علمگل حقانی خو از وظیفه خود برکنار شده، از وظیفه که رئیس بخش پاسپورت بود در وقت طالبا که به قدرت رسیدن. یعنی این معلوم نیست، از این ویدیو معلوم نمیشه که آدم خودش چی کار است. میگه که من کار ندارم و این که آیا این عضو طالبا است. یعنی خب شما آقای خالدی آقای خالدی، یک بحث هست که هر کسی که میخواد اصلاحات بیاره خب از خود خانوادهش باید شروع کنه، درست؟ در حالی که طالبا اداره امر به معروفشان به زندگی شخصی مردم عملا کار داره، مردم زیر نظارت داره، آزادی مردم سلب شده، ولی یک کسی که برادر حقانی باشه، برادر البته علمگل حقانی امور رئیس سابق پاسپورت، وقتی برادر خود نتانه به عنوان یک عضو ارشد طالبا جلوش بگیره، باز اینا بر مردم با کدام جرأت، با کدام طرف، با کدام بنیاد میان نصیحت میکنند؟ شما در این رابطه چی میگید؟ بله، این یک شمشیر دو لبه است. دو طرف هم جنبه های منفی دارند، جنبه های مثبت داره بر طالبا. منفیش است که مردم متوجه میشن که تا زیر حکومیت طالبا این فساد اخلاقی هنوز ادامه داره، که ای برای طالبا، برای ایمیجشان، برای تصورش از مردم از طالبا خوب نیست. اما در عین زمان نشان میده که یا ما جدیستیم تو از خودمون باشه ما میگیریم. اما فراموش نکنیم که تعداد زیاد کسایی که امرای طالبا رو خود یک جای شدن یا خود نزدیک با وا ساختن، آدم های چاپلوس و آدم های معاملگر و آدم های فرصت طلبی هستن که میخوان با تغییر شرایط خود هم نوا بسادن و از اون مفاد ببرن. ای وجود داره. ما همه اعضای طالبا رو نمیتونیم بگیم که آدم های پاک و صادق و مسلمان های واقعی هستن. بینشان حتما آدم های کسای زیادی هستن که فقط به خاطر سودجویی و استفاده از فرصت یک جای شدن و در انتظار فرصت هستند. بله آقای خالدی، فکر میکنین که اگر می آدم برادر علمگل حقانی نمی بود، یک فرد عادی می بود، همی جرات هم می داشت که چنین یک کار را بکنه؟ بیشتر می داشت، برای که برادر علمگل حقانی خب می ترسه که اگر طالبا خبرشن برای چی اگر گناه کم هم کرده باشه بسیار بزرگ میشه. خب خیلی چرا این آدم نترسیده؟ با آقای خالدی، این آدم برادر حقانی خودش میگه مستم می بگفته، شما چرا این نترسیده؟ بله اینه، خب می فهم که نترسیده، ولی برای اما خب این فکر میکنم این صحنه است. این قبلا طالبا اطلاع داشتن، مطلع بودن از که همچو اتفاق در اینجا میفته و مردم جمع میشن و یا کسی آگاه کرده بوده که یا تانستن قبلا فیلم بگیرن. برای من کسی ویدیو از این روان کرده بود قبل از ویدیو شما کمی بیشتر از این، حتی او کسی که صحبت میکنه میگه اینجا اسم خراب میگیره که اینجا فلانی خانه است و هتل است و ایست و ایست. خب بدبختانه بله، ما این فساد اخلاقی هنوز در هر جامعه وجود داره، دیگه گفتید شک نیست. در طرف دیگه این ویدیو چقدر نشان میده اختلافات داخلی طالبان؟ خب ما درست نمیفهم که این آدم چه ارتباط خودش داره با طالبا. اگر به این عنوان که تنها برادر حقانی است و یک چیز فراموش نکنیم که تمام حقانی ها برادر و خواهر یکی دیگه خود نیستن، یا فقط به خاطر امون مدرسه حقانیه که در پاکستان هست تخلص خواهر حقانی میمانن، یک تعدادشان با هم رابطه خونی آخای داره. آقای خالدی، اینمی آدم در امی ویدیو بسیار به وضاحت میگه که برادر امی
علم گل اقانی است. خب این بحث دیگه منتفی سوال نمیشه که شما بگوین که این برادرش باشه یا نباشه، خودش اقرار میکنه با زبان خود. بله عرض من متوجه نشدین، عرض من ایست که حقانی ها ارتباط خونی ندارن اکثرشان، یا به خاطر که در مکتب حقانی پاکستان رفتن. نه اینجا بحث حقانی اصلا مطرح نیست، حالی برادر علم گل اقانی است که گپ واضح و بیان است. حال میمانه امی طالبات چقدر میتونن که بالای برادر علم گل اقانی نمی مثل که یک آدم دیگر محکمه سرایی میکنن بالای شکم تطبیق میکنن و معلوم نیست که گناهگار است یا نه. خب ولی آدم خب مستند دستگیر شده نه. اینجا بحث شراب مطرح است، بحث زنا مطرح است، بحث فساد که قصه پاسپورت اتامه که تو پاسپورت ها اینجا سودا و فروش میکنی، یا آدم عملا سه اتهام بالاش مطرح است. طالبا با اینمی چطور برخورد خواهد کردن؟ من فکر میکنم به شدیدترین جزایی را محکوم میکنن، برای دیگه که درسی باشه با دیگرها. من این تصور من میست. و آقای خالدی خیلی کوتاه همچنان بر ما بگوین که با دیدن همین ویدیوها، با دیدن چنین موارد، جایگاه طالبان در نزد مردم به کجا میره؟ خب این انوز شروع کار است. ما 8 ماه میکشه از طالبان، با ما بسیار چیزهای دیگه را خواد دیدیم. این کشور 40 میلیونی است و این طالب ها هم از هر گروه هستم، عرض کردم از هر اشخاص سالمی هم وجود داره بینشان، اشخاص فاسدی هم بینشان وجود داره که به خاطر معامله گری رفته. اگر هم تو وقایع افشا شوه، خوشبختانه ما مطبوعات داریم که چی داره افشا میکنه فعلا، اگر این افشا شوه واقعا مردم او اعتقاد را که به صداقت و پاکی طالب ها اطمینان داشتن از اسم میتن، احساس سپاسگزار است. آقای نور احمد خالدی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی که از استرالیا با ما در این گفتگو بودید.